در همین رابطه به وین محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای می‌ریم تا با همکارم احمد صمدی ببینیم که چه خبر هست. احمد، گفتگوها امروز باز برای چندمین بار از سر گرفته میشه. در مورد روند گفتگوها به ما کمی بگو و واکنش‌هایی که قبل از آغاز مذاکرات خصوصاً از طرف طرف‌های غربی مطرح شده. خب ریحان، موضوع کلام مطرحه این هستش که مذاکرات قرار هستش که ادامه از امروز به نظر از بعد از ظهر از سر گرفته میشه، هرچند که در وقت صبح امروز دیدارهای هماهنگی انجام شده، هیئت‌های اروپایی و احتمالاً ایالات متحده دیدارهایی رو داشتن. اونطور که خود آقای اولیانوف هم اعلام کرده، عصر امروز میخواد که با مذاکره کننده ارشد ایرانی دیدار و گفتگو داشته باشه. اما خبرهایی که میشنویم در واقع خبرهایی هست که نشون میده که نشست‌های امروز چالشی خواهد بود، از صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران گرفته تا اظهارات نماینده فرانسه که گفته در واقع واکنشی بوده به ظاهراً درخواست‌هایی که در روزهای گذشته از سوی علی باقری کنی به آقای مورا انتقال داده شده. به نظر میاد جمهوری اسلامی ایران با درخواست‌ها و پیشنهادهای جدیدی اومده که از نظر طرف‌های غربی اینها حل شده هستش و قبلا راجعش گفتگو شده و بسته شده، اما خب ظاهرا پیشنهادات جدید اومده که آقای فیلیپ اریرا در توییتر خودش نوشته که تهران داره با آتش بازی میکنه و او اشاره کرده به این که باید دونست که تا چه حد میشه از حدی که داریم عبور کرد و خب این نشون میده که چالش ها اضافه تر از اونی هستش که ما فکرشو میکنیم. به هر حال آقای اولیانوف معتقده که این گفتگوها ممکنه که هر آن یک اتفاق غافلگیرکننده و یا که اقدام منفی صورت بگیره و در لحظات آخر مذاکرات در واقع با شکست مواجه بشه، هرچند که او اعتقاد داره که تا آخر هفته قرار هستش که به یک توافقی دست پیدا کنیم. اما صحبت‌های سعید خطیب‌زاده نشون میده که همچنان موضوعات حل نشده روی میز بحث گستره تحریم‌ها هستش، همچنان موضوع تضمین‌ها روی میز هستش، اگرچه آقای اولیانوف میگه که بحث تضمین‌ها تمام شده هستش و شاید یک تغییرات کوچیکی لازم باشه که در اون انجام بدیم. بحث برداشتن نام سپاه پاسداران از گروه‌های تروریستی هم بحث دیگه‌ای هستش که همچنان روی میز هست و موضوع آخر هم بحث 4 مرکز اعلام نشده از سوی جمهوری اسلامی ایران هستش که در اونها ذرات اورانیوم پیدا شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی ایران پاسخ اونها رو بده، اما طرف ایرانی همچنان به دنبال این هستش که این موضوع رو مختومه اعلام کنه در این برهه که درش قرار داریم. سپاسگزارم از همراهی و توضیحاتت. احمد صمدی، خبرنگار ایران اینترنشنال، از محل برگزاری مذاکرات احیای برجام، وین.